در این زمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی نتیجه تحقیقات 6 ماه اول سال 2014 خود را به نشر سپرده که طبق آن حدود 19,000 افغان به نیز پناهجوی سیاسی به 44 کشور اروپایی رفته و برخی از آن را افراد زیر سن 18 سال تشکیل می دهد. برای بررسی بیشتر این یافته ها و سراغ مهمان این ساعت برنامه در کابل می رویم محترم آقای نادر فرهاد، سخنگوی اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با ما هستند. آقای فرهاد سلام به شما و ممنون از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. این 19,000 افغان که طبق یافته های اداره به 44 کشور اروپایی سفر کردند، بیشتر به کدام کشورها رفتن و تقاضای پناهجویی دادن؟ تشکر و عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان خیلی برنامه محبوب شما. یافته های یونیچیار شما بهتر می دانین زمانی که افغان ها متقاضیان پناهندگی و کشورهای صنعتی دنیا درخواست پناهندگی می کن. در کل بعد ای آمار ارقام جمع‌آوری میشه که اداره یونیچیار به استناد از او یک مقایسه را صورت انجام میده تا بدانیم چه تعدادی از مردم درخواست پناهندگی داده بودند. در 44 کشور صنعتی دنیا هم شامل کشورهای اروپایی است، کشورهای استرالیا است، کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا و بیشترین کشورهایی که مردم فکر میکنه زندگی بهتر در انتظارشان است. بله، از این 19,000 به چه تعداد زیر سن قانونی 18 سال هستند و به نظر شما چرا قشر جوان کشور خود را ترک میگویند؟ خب مطالعه یا تحقیقات را که ما اکثرا جمع‌آوری میکنیم در 6 ماه اول سال 2014 نشان دهنده 19,000 افغان است و با مقایسه با سال 2013 این اندک افزایش نشان میده، حدود 4-500 نفر با مقایسه با سال 2013. البته چه تعداد از این اطفال زیر سن سال تشکیل میده هنوز هم مورد ارزیابی قرار داره تا یک رقم دقیقی را داشته باشیم، ولی در سال 2013 میلادی حدود 5,000 یا بیشتر از 5,000 افغان تحت سن سال درخواست پناهجویی داده بودند به کشورهای صنعتی دنیا. بله، خب در نیمه دوم سال گذشته این روند چگونه بود و فکر میکنین امسال به چه شکلی روند مهاجرت های غیرقانونی تغییر کنه در افغانستان؟ خب یافته ها اطلاعات را که در نیمه سال 2014 بقیه سال یعنی 6 ماه اخیر سال 2014 را نشان بده، معمولا در هفته ها یا ماه آینده به دست نشر سپرده خواهد شد، چون یک مقدار زمان ضرورت داره تا بتانیم تمامی اینا را جمع‌آوری بکنیم. انگیزه ها هم قبلا سرش اشاره شد، ناامنی، عدم دسترسی به امکانات مخصوصا امکانات اشتغال، عدم دسترسی به فرصت های معیشتی از جمله دلایل عنوان شده که اطفال دست به مهاجرت میزنند. و در این زمان فراموش نکنیم که شبکه سازمان یافته قاچاق انسان هم بهتر آگاه هستند از اینکه با فرستادن اطفال و یا تشویق کردن اطفال به خاطر چنین مهاجرت ها شاید فرصت های بیشتر پناهجویی بر اونا در کشورهای اروپایی مساعد باشه. روی دلیل است که یک سلسله افزایش و این تعداد هم ما شاید افزایش در تعداد جوانایی هستیم که از افغانستان در سالهای گذشته و یا سال گذشته به مهاجرت مبادرت بسید. بله، پناهجویان افغان از کدام مسیر و راه ها برای رسیدن به این کشورها عبور میکنن؟ خب من قبل از اینکه از مسیر راه ها اشاره بکنم، نکته بسیار مهم اینجا ای است که رفت آمد از افغانستان پدیده جدید نیست. بله. هزارها نفر امی آلا که ما صحبت میکنیم در رفت آمد هستن از افغانستان به کشورهای همسایه. مقاصدشان بیشتر کشورهای همسایه ایران و پاکستان و یا فراتر از او هم میتونه باشه. در این زمان فراموش نکنیم که افغان هایی که بیشتر از 30 سال در دو کشور همسایه زندگی کرده هم شامل کسانی هستند که به مهاجرت های اروپایی و کشورهای اروپایی دست میزنند. بیشتر مسیری را که افغان ها انتخاب میکنن طبیعتا اگر مسیر به استرالیا باشه از راه اندونزی ها بیشتر ترجیح میتن برن، و یا اگر مسیر اروپا باشه که به با اطفال زیر سن سال بیشتر مقصد عمدهشان کشورهای اروپایی بوده، از طریق ترکیه، یونان، ایتالیا، فرانسه و سایر کشورهایی که میخوان برن از این مسیر که خیلی ها پر مخاطره هم هست. ولی نکته مهم در اینجا ای است که خانواده ها با وجود از اینکه آگاهی از خطرات دارن، اطفال هم میدانن، با وجود از او هم
خواهان ای هستند که یک تن از اعضای خانواده هایشان ای از انگیزه هایی بوده که ما در یافته ها زیاتر برش تاکید کردیم میخند در بیرون از افغانستان کسی را داشته باشند، چون ای یکی از وسیله خوب امرار معیشت یا مکانیزم فرستادن یک مقدار امکانات مادی است که میتونن به خانواده های خود داشته باشند. تعداد تلفات این سفرها را تا چه حد شما ارزیابی کردیم و توصیه شما به افرادی که قصد این گونه سفرها را دارند چیست؟ خب ما به عنوان یک نهاد حمایت حقوقی بین المللی که فراهم میکنه از هر نوع مهاجرتی که امن باشه، زندگی مردم در مخاطره قرار نداشته باشه، مخصوصا کسانی که به دلایل ترس مهاجرت از ایزو فرار میکنن طرفدار هستیم. به این معنا که هرگاه یک شخص زندگیش در مخاطره قرار می داشته باشه سرحدات بین المللی کشور خود ترک میکنه، در هر آن کشوری که میره باید عریضه پناهجویی برش داده شه. ولی اگر به مقاصد دیگه صورت میگیره از افغانستان هم وقتش امی است که باید ترتیب و تنظیم شه. مهاجرت ها اگر بر مبنای مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان صورت میگیره، دولت افغانستان تفاهم نامه هایی را با کشورهای میزبان در این راستا داشته باشه تا مردم بتانه به دلیل ای که مهاجرت میکنه دسترسی به امکانات داشته باشه، اشتغال داشته باشه، همین زمینه ها مساعد شود، ای بهترین چیزی میتونه باشه. بله ممنون و تشکر از تحلیلی که ارائه دادین آقای فرهاد و از محتوای گزارش البته و دیگه معلوماتی که برای بیننده ارائه داشتین. موفق باشین. تشکر از شما.